من میکروفون رو به فریبای عزیز میدم که آخرین صحبتاشون رو داشته باشیم و بعد از اون روم رو میبندیم برای هفته آینده با دوستمون کیومرس برنامه خواهیم داشت که بعدا در موردش قبل از اینکه با هم خدافظی کنیم براتون توضیح خواهم داد. فریبا جان بفرما میکروفون برای شما، خسته نباشین همه دوستان. مجدد سلام به دوستانی که سلام نکردم، بسیار تشکر از رفقا و دوستانی که بحث کردن، نقطه نظراتشون رو گفتن، حتی کم بود و انتقاداتی که از نظر اونها تو بحث بود رو سعی کردن باز بکنن و مثالایی که زدن و به هر حال چیزایی که جنبه اینو داشت که به هر حال ما هم در جریانش نبودیم و هر کدومش به نظر من بحث امشب رو غنی میکرد. واقعا ممنون، همونجور که شهاب گفت دوستان دیگه، واقعا چیزایی که حداقل تو دور آخرم تر شده بحثای وسیعیه و فکر نمیکنم 10 دقیقه 12 دقیقه پایان جلسه این نه این زمان این اجازه رو به من میده نه حتی توان و جایگاهی که من هستم به من این اجازه رو میده که به همه این سوالات بتونم جواب بدم و مسئولیت اون جوابم به عهده بگیرم قاعدتا، ولی در اون حدی که میشه و زمان و توان و این به هر حال مسئولیت به من اجازه میده من وارد این بحثا میشم و امیدوارم با توجه به بحثایی که برخیش از زاویه مارکسیسم شد و دوستان درک خودشون رو از زاویه مارکسیسم و مسئله رهایی زن گفتن یه وقت دیگه ای رو اختصاص بدیم به اینکه مسئله مارکسیسم و رهایی زن چگونه واقعا دیده میشه، مسئله انقلاب، چون بحث امشب صرفا مسئله انقلاب و رهایی زن نیست، اون خود یه بحث جداییه و حتی اگر لازم شد من فکر میکنم بحث این که منظورمون از انقلاب و سوسیالیسم در کلیتش چیه، خود این هم یک بحث دیگه ای که باز هم فراتر از جنبش زنانه و یک سطح دیگه از بحث که به هر حال امیدوارم فرصت های دیگه ای برای این مسئله باشه. ولی تو اون حدی که در مورد جلسه امشبه یا رفیقمون ایلی جان نازنین که خیلی هم با احساس و به هر حال هیجان بحثش رو گفت و عذابیه که من میدونم و سالیان ساله که با چه به هر حال دلسوزی همواره این بحثا رو ترک کرده و میگه یا به قول خودش حتی تا جایی پیش میره که سلامتیش به خطر میفته، متوجه بحثش هستم، ولی اون چیزی که از انتظار از من رو گذاشت و اینکه پیشنهاد راهنمود بدم واقعا این خیلی کار سختیه، یعنی اگر واقعا چنین جواب دم دستی و ساده نمیگم که شما از من جواب ساده خواستی، ولی واقعا چنین جواب ساده شده آنی در دست نیست که من واقعا اگر چنین راهنمودی بود حتی به عنوان شعار نمیگفتم و فکر میکردم شاید بشه میرفتم پای عملی کردنش، ولی واقعیت این هستش که من فکر میکنم یه بخشی از چیزی که حداقل این روزا من یا خیلی یا دیگر درگیر کرده اینه که فاصله این شعارها، آرزوها و عمل حداقل انقلابی رو چطوری میشه کم کرد و از ادعا خارج شد و اون رو تبدیل به واقعیت عینی کرد. بنابراین اگر که انتظار از من اینه که رهنمودی در مقابل این شرایط آنی زنان بذارم، به نظرم در چنین جایگاهی نیستم. اون چیزهایی که به نظرمون رسیده به عنوان فعال جنبش زنان، به عنوان فعال کمونیست، خب اونقدر که بوده انجام دادیم. من تا اونجایی که به من مربوطه به عنوان یک زن کمونیست در یک تشکیلات مستقل زنان متشکل هستم، برای اینکه اعتقاد دارم، اعتقاد راسخ دارم که یک زن کمونیست هم احتیاج داره که در یک تشکیلات مستقل زنان به صورت خاص بر سر ستم جنسیتی مبارزه بکنه، ولی در کنار اون معتقد هستم که یک طبقه برای گرفتن قدرت سیاسی نیاز به ابزار خودش داره، یعنی حزب طبقاتی. این چیزهایی هستش که من بهش باور دارم و چیز میکنم. یا همینطور اتحاد گسترده زنان که اینجا چند نفر از دانی که صحبت کردن از الهه تا بقیه سری صحبت کردن، من بهش باور دارم و فکر میکنم صفوف جنبش زنان بدون چنین حرکات متشکل و گستردهی، بدون جنبش گسترده زنان، جنبش تودهی زنان، بدون
چنین تشکلات سیاسی همونجور که هما گفت، هر کدوم از دوستانی که صحبت کردن بخشی از این راه حل تو بحثاشون بود، ما نمیتونیم پیشروی کنیم. هیچ راه حل آنی برای زنانی که در حال حاضر در زیر چرخ متاسفانه چرخدنده های این سیستم دارن له میشن حداقل من ندارم. میدونم که خیلی های دیگه در حیطه های دیگه دارن زحمت میکشن، از خانه های امن گرفته تا مددکارا تا کسانی که به هر حال نوع دیگه ای از فعالیت رو میکنن. میدونم که شاید توی حیطه هایی به زنانی که به شکل آنی زیر این خشونت های آنی هستن کمک میکنن، ولی واقعیت رو بگم، من به این، به قول دورکین، به این باور هستم صحبت در مورد خشونت یک چیز هست، شکستن سکوت در مقابل خشونت یک چیز هست، پایان دادن به خشونت یک چیز دیگه. من جز اون دسته هستم که حداقل نیروی اندک خودم رو به مسئله پایان دادن بر خشونت متمرکز کردم، چون ما واقعیتش اینه نمیتونیم به قربانیان آنی این چرخه کمک روزمره بکنیم. این کار ما، این چرخه اگر پایان پیدا نکنه، همونجور که همتون گفتیم، روز به روز تعداد قربانیانش بیشتر بیشتر میشه و از هزاران به میلیاردها میرسه. بنابراین هیچ راه حل آنی براش وجود نداره. به همین دلیل کسانی مثل من تمرکزمون رو به پایان دادن به این چرخه گذاشتیم، چون که با قدردانی و با دیدن به هر حال اهمیت مبارزات کسانی که، یا تلاش های کسانی که دارن، سنن به هر حال به قربانیان آنی و فوری این چرخه هم حتی شده به قول معروف کمک هایی بکنن که به هر حال بیشتر از این له و داغون نشن. ولی واقعیتش این راه حل آنی به این معنا من ندارم. ولی اگر بخوام رهنمودی بدم، همونطور که هما گفت، به نظر من رهنمود اینه که زنان باید در جنبش سیاسی زنان، یعنی مسئله زنان رو به رسمیت بشناسن، مسئله رو نه به عنوان مشکل زنان اونجوری که برخی طرح میکنن، به عنوان ستم جنسیتی به رسمیت بشناسن، تلاش بکنن آگاهی خودشون رو بالا ببرن، در صفوف جنبش زنان متشکل بشن، از اندک تا زیاد تا هر جایی که میتونن برای رهایی خودشون نیرو بذارن. و این تنها راهنمود و کلانی هست که من میتونم بدم. ولی اینکه حالا یا مثلا حرکت هایی مثل کارزار که ما سعی کردیم در یک صفحه متحدانه تر و گسترده تر چیز کنیم در بین جنبش زنان، من فکر میکنم بیش از پیش باید شکل بگیره و به قول الهه از خیلی 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 گسترده تر از این پیش بره تا بتونه تبدیل بشه به کارهای و جنبش هایی که به شکل توده‌ای بتونه ساختار قدرت رو به چالش جدی بکشه. این حداقل، و واقعا دلم نمیخواد اینو شعاری بگم، فکر میکنم این باید خورد بشه و نه تنها زنان که قطعا سوژه اصلی مبارزات هستن، بلکه مردانی که خودشون رو به قول معروف نمیخوان در این جنایت، نمیخوان در این چرخه ضد زن سهیم باشن و امتیازات مردسالارانه که سیستم به اونها میده رو شناختن و میدونن که در ازای این امتیازات مردسالارانه سیستم اونها رو شریک جنایات خودش میکنه، حتی اگر به قول معروف مستقیما وارد ستم بر زن نشن، ولی سیستم از طریق امتیازات مردان رو هم شریک خودش میکنه. آگاهانه این امتیازات رو باید کنار بذارم و آگاهانه خودشون رو بخشی از جنبش زنان بدونن، با حفظ و به رسمیت شناختن اینکه سوژه اصلی جنبش زنان زنانی هستن که برای رهایی خودشون به دست خودشون مبارزه میکنن و مردانی که معتقد هستن بدون رهایی زنان بشریت و هیچ کسی رها نخواهد شد. حداقل این دیدگاه کلی منه اگر بخوام چیزی بگم، و واقعا رهنمود آنی به این معنا ندارم. در مورد نکته که حالا بعدا شاید بشه اینو ریستر کرد و شاید از این حالت شعاری که الان گفتم بتونم بیشتر توضیحش بدم،
سوالاتی یا نکات خوبی که رفیقمون رخ گفتش، رخ 49 اگر اشتباه نمی کنم، به هر حال برخیش جنبه اطلاعاتی داشت که خیلی ممنونم که گفتی و خب واقعا دردناک بود. یک نکته تو بحثت بود در مورد اینکه چرا احزاب کمونیست اروپا یا چپ ها به هر حال پدیده های اون اسمایی که خودشون رو خودشون میذارن نیستن. الان در توی دنیا خیلی ها کماکان باقی مانده گذشته رو به دوش میکشن و خیلی اسما روی خودشون میذارن، ولی برای پیشرو بودن، کمونیست بودن، چپ بودن هم شاخصایی هست. مهمترین، حداقل چپ میتونه نسبی باشه، حالا یه ذره معترض یا منتقد باشی میتونه اسم خودتو چپ بذاری، ولی برای کمونیست بودن اگر افق زیر و رو کردن مناسبات استثمارگرانه و ستمگرانه نداشته باشی، افق انقلاب کردن، افق به زیر کشیدن هر چیزی که رنگ ارتجایی داره رو نداشته باشی، نمیشه اسم اون رو چپ و کمونیست به این معنای انقلابی گذاشت. اینکه احزابی که امروز در اروپا هستن و باقی عمدتاً باقی مانده گذشته هستن یا خیلی هاشون هم جدید درست شدن، ولی کماکان افقهای سوسیال دموکراسی رو پیش روشون دارن و به خودشون اسم چپ و کمونیست میدن، از نظر من لزوم من نشون دهنده محتواشون نیست. اما اینکه کماکان این خط که ما خودمون هم متاسفانه در جنبش سال 57، یعنی در حالا یکی میگه انقلاب، یکی میگه خیزش یا هر چیزی، به هر حال سال 57 شاهدش بودیم، یک درک غلط از امپریالیسم بود که بهای اون رو ما پرداخت کردیم و 40 سال جمهوری اسلامی، نه اینکه صرفاً این هم بی‌انصافی اگر آدم اینجوری چیز کنه غلطه، ولی این وجود چنین خط ناصحیح و انحرافی در بین نیروهای چپ باعث شد که امکان قدرت گیری یک نیروی ارتجایی مثل دارودسته خمینی و قدرت گرفتن ضد انقلاب علیه نیروهای انقلابی امکان پذیر بشه. نیروهای چپ و کمونیست ایران هم، حتی نیروهای روشنفکر، حتی روشنفکرهایی که لزوماً حزبی نبودن و فردی بودن، همگی درکشون از امپریالیسم عمدتاً یک نیروی خارجی بود. درک از امپریالیسم این بود که امپریالیسم نیروی هستش، یا عمدتا درکشون از امپریالیسم آمریکا بود و امپریالیسم رو عمدتا یک نیروی استعماری میدیدن که قرار با دخالتگری از خارج مثلا انقلاب رو ناکار بکنه، با چنین و در صورتی که آن چیزی که حداقل مارکسیسم جلوی ما میذاره و مارکس این هستش که امپریالیسم اصولا یک نیروی و یک مناسبات طبقاتی در عصر عالی ترین سطح مناسبات طبقاتی عصر سرمایه داری هستش، و این درک که خمینی با ادعای این که ضد امپریالیست هست و در اصل با اون شکل ضد آمریکایی، با شعارهای ضد آمریکایی تونست بخشی از به هر حال این نیروها رو پولاریزه بکنه، دنبال یک انحرافی بکشه و عدم درک ماهیت ارتجایی جمهوری اسلامی و اینکه شعارهایی که جمهوری اسلامی میذاره و منافعی که جمهوری اسلامی داره جلو میذاره اتفاقا و مشخصا بر سر مسئله زنان نمیتونه منافع نیروی باشه که خواهان دگرگون کردن مناسبات قدرت هستش و مناسبات جاری، باعث شد که این تقویت بشه. نه اینکه لزوماً چپ در اون دوره ضد زن بود، نه، ولی ندیدن ماهیت ستم بر زن اتفاقا که الان تو بحث برخی از رفقان بود، باعث شد که چشمش رو روی اشکالات و اشکال نمیشه گفت، اتفاقا روی ساینهای خیلی آشکاری که نیروی طبقاتی مثل خمینی میداد ببنده و اون رو ضد امپریالیسم فرض کنه. مگه میشه یک نیرویی که ضد زن امپریالیستی نباشه تو دنیای امروز؟ مگه میشه یک نیروی ضد زن بخشی از نیروی طبقاتی مرد سالار نباشه؟ بنابراین اتفاقا چپ اگه از این زاویه و نیروهای کمونیست اگه از این زاویه نگاه میکردن، شاید تحلیل صحیح در این رو میگم، شاید برای اینکه به هر حال این دوره تاریخی گذشته، ولی به هر حال من وارد همه بحث نشم دیگه، الان بحث تحلیل از 57 نیست، ولی به هر حال این درک که جمهوری اسلامی
یک نیروی ضد امپریالیست هست مربوط به الان نیست، دلیل داره و یکی از بزرگترین دلیل شکست خوردن انقلابات قرن بیستم بود که خیلی از نیروهای انقلابی رو به این رسونده بود، به این تجدید نظر رسونده بود که خیلی خوب پس یه اشکالی در انقلابات قرن بیستم بود و دنبال نیروی میگشتن که به هر حال اون اشکالات انقلابات قرن بیستم رو نداشته باشه، از کسی مثل از کسانی مثل فوکو گرفته که به نظرشون رسید خمینی مثلا میتونه نماینده یک نوع انقلاب جدیدی باشه، تا دیگر نیروهای چپ بعدن این اشکال رو داشتن و امروزه هنوز که هنوزه نیروهای مثل چامسکی و بقیه اونها که تو خیلی از زمینه ها ادعای این رو دارن که نیروهایی هستن که روشنفکرن یا پیشروان یا انقلابیان یا معترضن حتی به سیستم امریکا به قول معروف امپریالیسم امریکا، ولی جمهوری اسلامی رو یک دولت نامتعارف معنی میکنن که در مقابل سایر دولت‌های سرمایه‌داری یک دولت نامتعارفه که نماینده جبهه مقاومت. خب این یک تحلیل 100% غلطه. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دولت نامتعارفی نیستش، کاملا یک دولت متعارف سرمایه‌داری تئوکراسیه. فقط تنها چیزی که داره اینه که روبنای سیاسیش در روبنای سیاسیش دین رو ابزار سلطه طبقاتیش قرار داده، بنابراین اتفاقا از لحاظ زیربنایی هیچ مشکلی هم با سازوکار نظام سرمایه‌داری و تلفیق شدن در اون نداره. اکثر مشکلی که نظام سرمایه‌داری باش داره در روبنا هستش و این تضادها باعث این نشده که جمهوری اسلامی به حد اکثر در نظام جهانی سرمایه‌داری و این روزها در نئولیبرالیسم به حد اکثر چی بشه ادغام بشه. بنابراین این کسانی که خودشون رو حکماکان دارن گول میزنن و برای اینکه راه به جلو ندارن دست بدن من نیروهای ارتجایی مثل جمهوری اسلامی میشن که به اصطلاح جنبش جبهه مقاومت رو تقویت بکنن، به هر حال این یک انحرافه که در چپ که به نظر من خیلی هم تحلیل غیر مارکسیستیه و نمیشه اسم این نیروها رو کمونیست گذاشت یا مارکسیست گذاشت دیده میشه و فقط مربوط به اسپانیا نیست. در پاسخ به اینکه گفتی که اگه در موردش تحلیلی داریم یا چیزی، من حداقل جز اون نیروهایی هستم که چند ساله این تحلیل رو دائما چیز میکنیم که به هر حال طرفدار این نظرم که فکر میکنم در حال حاضر یکی از موضوعاتی که دنیا رو داره شقه و قطبی میکنه این هستش که سرمایه‌داری امپریالیستی به عنوان عمده ترین دلیل این تضاد طبقاتی در یک طرف داره مردم رو قطبی میکنه به سمت خودش میکشه و در طرف مقابل رشد بنیادگرایی دینی و نمیگم اسلامی، چون بنیادگرایی دینی در همه دنیا داره رشد پیدا میکنه، نماینده بنیادگرایی اسلامی در منطقه ما جمهوری اسلامیه ولی بقیه اشکال بنیادگرایی های اسلامی در منطقه از نوع سلفی و میدونیم که روز به روز اشکالش زیاده، از طالبان گرفته تا بقیه اشکالش و نمونه آخرش داعش هم در میاد و اینها هم اشکال مختلفی از دولت‌های اسلامی هستن که دو طرف دنیا دارن مردم رو شقه میکنن و حتی در همون جامعه آمریکا هم بنیادگرایی اسلامی بنیادگرایی دینی به شدت داره رشد میکنه، بنیادگرایی مسیحی در اروپا، در امریکا، حتی بنیادگرایی یهودی داره رشد پیدا میکنه. دلایل زیادی داره که الان من وارد بحثش نمیشم. این دو شقه شدن دنیا بین امپریالیست ها و نیروهای بنیادگرایی مذهبی باعث شده که اونهایی که مخالف بنیادگرایی مذهبی هستن اتوماتیک به دامن و به طرفداری از نیروهای امپریالیستی برسن و اونهایی که مخالف امپریالیسم هستن به دامن و به پشتوانی نیروهای بنیادگرا برسن و به این شکل مردم دنیا بین دو نیروی ارتجایی که هیچ کدومشون هیچ برنامه طرح
و هیچ افقی رو به آینده ندارن، دارن شقه میشن. راه حل مردم از نظر من، کسانی که هیچ منفعتی در دو طرف این نیروهای ارتجایی، واپسگرا، گذشتگرا، اینهایی که میخوان گذشته رو دوباره برای مردم هی تقلید بکنن و مردم رو به گذشته و گذشته های بهتر از این نوید میدن به جای اینکه به جلو برانند، معروف ندارن و باید صفی بر علیه هر دوی این نیروها داشته باشن و مرزمندی دقیقی با هر دوی اونها، از جمله زنان، از جمله و با خیلی خیلی تاکید، با خط تاکید، از جمله زنان. هیچ منفعتی در وجود و رشد هیچ کدام از این نظام های طبقاتی به شدت آغشته به مرد سالاری و پدر سالاری ندارد. این در این مورد. و اینکه گفتین فصل این چپ ها حتی خودشون چیزن، بله، یکی از فصل مشترک های این چپ ها یا به اصطلاح کمونیست ها این هستش که من با مارکس در اینجا به شدت موافقم که معیار آزادی زن، معیار آزادی جامعه آزادی زنانه. اگر ما میخوایم نیروی طبقاتی رو امروزه که ادعای این داره که کاری میخواد انجام بده، فقط دماسنج مسئله زنان رو جلو بذاریم، نشون میده که واقعا به قول معروف چه کار است و چه کار میتونه بکنه و نوید بخش چه آینده ای رو میده. و وقتی که این نیروهایی که به قول شما اسم خودشون هم چپ میذارن در مورد مسئله زنان چنین دیدگاهی رو دارن، خود این دیدگاه فصل مشترک بسیار قوی، فصل مشترکی با نظام طبقاتی مرد سالار حاکم داره. و وقتی که یک نیروی معتقد هست که جایگاه زن در خانه هستش و وظیفش خانه داری، بنابراین در چپ بودن، در کمونیست بودن اون نه تنها باید شک کرد، بلکه قطعا باید فهمید که این نیرو هیچ، از نظر من، هیچ برنامه‌ای رو به آینده نخواهد داد. من حتی به عنوان یک زن عامی هم حاضر نیستم یک قدم با چنین نیرویی بردارم. وای به حال اینکه سرنوشت خودم رو در دست چنین نیرویی بذارم. و فکر میکنم درستش این استش. در مورد اون دوستی که جوینده 2020 که در مورد مسئله طبقه صحبت کرد و در مورد اینکه بحث من مخدوش کردن بود، خواهش میکنم ببین، ما نمیتونیم از آرزوهامون شروع کنیم، ما باید از واقعیت مادی، واقعیت عینی شروع کنیم. همونجور که شما صحبت کردین، اگر ما میخوایم مارکسیستی دنیا رو تحلیل کنیم، اگر میخوایم ماتریالیستی دیالکتیکی دنیا رو تحلیل کنیم، اگر میخوایم طبقاتی دنیا رو تحلیل کنیم، از اون چیزی که هست باید شروع کنیم. نمیتونیم از آرزوهامون شروع کنیم، نمیتونیم به صورت دنیا رو به صورت تکه پارچه و دل به خواهی تحلیل بکنیم. واقعیت اینه که آیا به زنان، فارغ از این که در کدام طبقه به دنیا میان، به واسطه این که بیولوژیک زن هستن به لحاظ جنسی و جنسیتی ستم نمیشه؟ بلی. به این معنا وقتی ما از چیزی به عنوان موضوع فراتبقاتی صحبت میکنیم، یعنی این که هیچ فرقی نمیکنه شما در کدام طبقه باشید، این تنها چیزیه که انسان به لحاظ بیولوژیک باش به دنیا میاد، کسب نمیکنه. حتی گفتم طبقات رو ممکنه تو کسب بکنی، حتی جهتگیری، کسب که دارم میگم جهتگیری طبقاتی در طول عمرت عوض بشه، حتی جایگاهت به عنوان پرولتر ممکنه عوض بشه، ولی وقتی به عنوان زن به دنیا میای، فارغ از اینکه در کدام طبقه هستی، به تو ستم میشه. حالا از نظر شما به یه عده قلیلی ستم نمیشه، اصلا موضوع این نیست. ما واقعیت رو کمیتی که در نظر نمیگیریم، واقعیت رو همونجور که هست باید در نظر بگیریم. به همه زنان فارغ از این که در کدام طبقه، اجازه بدین، خب شما نظرتون گفتین، منم میگم به زن طبقه بورژوا هم بله ستم میشه. من مثال هم زدم، به آنجلا مرکل هم هر کس میخواد فوش بده بهش میگی جنده، ولی به همون صدر اعظم، به همون نخست وزیر آلمان وقتی که میخوان فوش بدن، که خیلی هم بهش فوش نمیدن، فوش به لحاظ جنسش نمیدن، بهش میگن احمق، بهش میگن بیشور، بهش میگن بیلیاقت.
ولی به آنجلا مرکل بخوام فحش بدم بهش میگن جنده، برای اینکه به راحتی جنسیتش رو میتونن هدف قرار بدن. نقطه ضعفی که این که حالا چقدر به آنجلا مرکل برمیخوره و اینا الان موضوع بحث ما نیست، و اینکه الان موضوع این خیلی مهمه، من دارم در مورد ماهیت شما یا میخواین تحلیل رو بدونی یا ندونی، این که برای من مهمه یا نه الان موضوع نیست، این که آیا چنین چیزی در این دنیا وجود داره یا نه ما باید به رسمیت بشناسیم. این وجود داره بلی، اما نکته دوم چیه، راه حل چیه؟ من با شما در اینجا ممکنه توافق کنم که و توافق میکنم اگر شما هم اینجوری فکر میکنی، این که به زنان فارغ از طبقات، فارغ از اینکه در کدام طبقه به دنیا میان ستم میشه، بلی، این که راه حل هر طبقه ای برای پایان دادن به این ستم فرق داره هم بلی. لزوماً همه زنان همه طبقه نمیخوان به این ستم پایان داده باشه، تازه برخی از زنان طبقات بالایی در باقی ماندن این ستم منافع دارن، فقط میخوان این ستم تلطیف بشه و حتی همونجوری که گفتم میتونن با طبقات، با مردان طبقه شون همدست هم بشن. اینم یه واقعیته، بنابراین هر واقعیتی رو جای خودش باید دید، موضوعی نیست که برای من مهمه یا نه، ولی اون موقع از من سوال میکنی راه حل شما چیه، من میگم من بله راه حل طبقاتی دارم، من برای پایان دادن به ستم بر زن فکر میکنم که راه حل این هست که انقلاب بشه. این راه حل، راه حل طبقاتیه، به این معنا من فکر میکنم طبقهی به اسم طبقهی کارگر هم باید خودش رو رها کنه و هم سایر طبقاتو. اما آیا این طبقه کارگر صرفا مرد هستن؟ خیر، اتفاقا کورنسی عمیق و تاریخی جنبش چپ در اینه که وقتی در مورد طبقات صحبت میکنه در مورد کارگر صنعتی مردی حرف میزنه که عضلاتش در هم پیچیده شده است و اون لحظه‌ای که داره در مورد طبقه کارگر حرف میزنه نمیدونه که نه تنها 50% این طبقه زن هستن، بلکه حتی بخش بزرگی از اینها تحت ستم همون مردان هم طبقه‌ای خودشون هستن. وقتی دوستانی در این اتاق در مورد طبقه کارگر صحبت میکنن، از مارکسیزم بخش هایی که به دردشون میخوره رو میارن و میگن، بخش هایی که به نظر من بازتاب بخشی از یک انحراف تاریخی و کورژنسی چپه و کمونیست هاست، بهتر بگم کمونیست ها تا چپ ها، حداقل یا مارکسیست ها، درک های غلطی از مارکسیزم هست. مارکس و انگلس اتفاقا برخلاف دیدگاه شما اولین شکل مالکیت، به قول خودشون اولین شکل مالکیت هرچند به شکل خام، را در نظام بردگی خانواده نهفته دیدند. اولین شکل مالکیت که مارکس و انگلس به اون سهه گذاشتن، استثمار زن توسط مرد بود، یعنی اولین تقسیم کار به اصطلاح طبیعی، اگر شما ایدئولوژی آلمانی رو بخونید در اونجا به خیلی واضح توضیح میده که تقسیم کار طبیعی، طبیعی به معنای اینکه جنسیت یک موضوعیه که طبیعت به زنان و مردان داده، تقسیم کار طبیعی بین زن و مرد و اینکه زنان پتانسیل بازتولید داشتن و مردها نداشتن، باعث شد که اولین شکل از استثمار یعنی انقیاد کار زن توسط مرد شکل بگیره. این اگر در ابتدا ستمگرانه نبود، ولی با به وجود اومدن طبقات شکل خاصی از ستم رو رقم زد که لزوماً با آن چیزی که ما تضاد بین کار و سرمایه میشناسیم متفاوته. تضاد بین کار و سرمایه یعنی مالکی، یعنی کار اجتماعی شده، یعنی کار جمعی بشر و مالکیت خصوصی توسط عده قلیلی که تضاد عمده نظام سرمایه داری هست، بله وجود داره، اما ستم جنسیتی معلول ستم طبقاتی نیست.
ستم جنسیتی ستم مستقل از ستم طبقاتی هستش که شکلگیری اون هم از تقسیم کار نابرابر بین زن و مرد شکل گرفته، یعنی رابطه قدرتی که بین زن و مرد شکل گرفته در تمام نظام‌های طبقاتی پیش از سرمایه‌داری هم وجود داشته و در نظام سرمایه‌داری که هم عصر ما هستش. من نمیدونم دوستانی دروغ تاریخی و اینا که می نویسیم چیه، به هر حال اگر خواستیم میتونیم بر سر این موضوع به شکل مارکسیستی بحث بکنیم و من با بحث هایی که بخواد نمیدونم به هر حال موضوع مارکسیزم رو تقلیل بده به موضوع این که به این نوع بحث هایی که گویا مارکسیزم صرفا طبقه کارگر یک نوع ستم میشناسه، اون هم فقط ستم طبقاتیه و یک نوع تضاد در جامعه میشناسه و اون هم تضاد کار و سرمایه است و فقط یک طبقه کارگر میشناسه اون هم به واسطه بدبختیش میتونه رهایی بخش باشه، قبول ندارم. مارکسیزم طبقه کارگر رو به این واسطه سوژه تاریخ میبینه که چیزی جز برای از دست دادن نداره و هیچ نوع مالکیت بر ابزار تولید نداره. از بین طبقه کارگر دقیقا این زنان هستن که حتی در درون طبقه هم فرودستر هستن و خب فکر میکنم از همه روشنتر در همون بحثی که گفتم انگلس میگه زن پرولتر مرد هستش، این به وضوح شده. حالا اگر دوستان دوست دارن شکل دیگه مارکسیزم رو تحلیل بکنن، خب اون هم در مارکسیزم هم گرایشات مختلفی هست و من دیگه بیشتر از این نمیتونم و موضوع رو هم قطعا کمیتی نمیبینم، چون من معتقد نیستم 99% مردم دنیا طبقه کارگرن، چون واقعی نیستش. بنابراین این طبقه میانی گسترده‌ای که در دنیا وجود داره و اتفاقا بخش عمده ایش هم اصلاح طلب هستن، نمیفهمم از نظر این دوستان چه کسانی هستن. بخوام جمع‌بندی کنم اگر اجازه بدین بحث امشب رو، و میدونم از حوصله جمع خارج شدم، با عرض پوزش، مرسی پرواز جان که به من گفتی، فقط این رو به بحث اضافه بکنم که فقط این رو به بحث اضافه بکنم که امروزه یکی از کارهایی که سرمایه‌داری در کل دنیا داره میکنه و سخنگویان سرمایه‌داری از به هر حال سخنگویان سازمان جهانی بهداشت گرفته تا سخنگویان سازمان ملل تا رؤسای دولت‌ها، همه یک صدا دارن میگن که ما به وضعیت قبل از کرونا بر نمیگردیم و طوری این موضوع داره همه جا پروموت میشه که گویا وضعیت قبل از کرونا گل و بلبل و بهشتی بود که همه در آرزو این هستن که به وضعیت قبل از کرونا برگردن و در این در حال ایجاد یک شکلی از آرزومندی برای همه است که به وضعیت قبل از کرونا برگردن. به نظر من این یکی از خطراتی هست که به شدت داره رشد میده موضوع فاشیسم جهانی رو و تقویت میکنه راست افراطی رو از یک طرف، از طرف دیگه تقویت میکنه بنیادگرایی مذهبی رو و به شدت من فکر میکنم افتادن در دام این که گویا همه راه حل در این هستش که ما به وضعیت قبل از کرونا برگردیم، یکی از اون دورهای باطلی هستش که ما رو به خطر این میندازه که گویا قبل از کرونا همه چیز اوکی و گل و بلبل بوده. اتفاقا خود کرونا موقعیتی هستش که نشون دهنده اینه که ما از این موقعیت باید به سمت جلو و با سرعت خیلی بیشتر از این حرکت بکنیم، چون به قول گفته رفیقمون ایل جان، اگر نتونیم بیشتر از این جلوی تخریب و این سرعت وحشتناکی که این سیستم ما و همه بشریت رو و در همونجور که بحث امشبمون بود در ابعاد وسیع و به شدت زنان رو و همینطور بقیه به هر حال کسانی که در پایین ترین تحتانیان جامعه و کسانی که در پایین ترین لایه‌های اجتماعی هستن بنا به دلایل مختلف
به دلیل طبقاتی، به دلیل اقلیت مذهبی بودن، اقلیت جنسیتی بودن و و و و حتی اقلیت یا حتی ملیت های تحت ستم و اینها رو به شدت داره در خودش له میکنه، خورد میکنه و نیاز داره این آرزوهای بازگشت به گذشته رو باهاش مرزبندی کرد. آرزوها از نوع این که برگردیم به سرزمین، نمیدونم، برگردیم به دوران کوروش و کبیر گرفته تا برگردیم به آرمانهای طلایی خمینی تا برگردیم به آمریکا Make America Great Again تا بقیه این آرزوهای بازگشت به گذشته. ما هیچ نداریم، هیچ راهی به نظر من نداریم غیر از این که از این نقطه به جلو حرکت کنیم و نه تنها خواهان بازگشت به شرایط قبل از کرونا نباشیم، بلکه با جدیت بیشتر از گذشته خواهان گذر از نه تنها از اوضاع کرونا، بلکه گذر از این سیستم سرمایه‌داری که منشأ اصلی وضعیت موجود هست باشیم. حداقل این بحث رو اگر از من بپذیرین، خلاصه بحث من اینه، اینکه چگونه با چه راه حل هایی. من فکر میکنم موضوعاتی که هر کدومش بحث جداگانه ای رو میطلبه و واقعا موضوع فکر من و خیلی های دیگه که امشب تو این اتاق هستن قطعا هست. من بیشتر از این چیزی نمیگم که خستتون بیشتر از این نکنم، میام پایین. فقط تشکر میکنم از رفقای گفتمان سیاسی اجتماعی و بحثای خوبی که را میندازن. عذرخواهی میکنم که نمیتونم هر هفته تو بحثاتون باشم، برای اینکه خیلی وقتا جلسات ما هم همین روزای شنبه و یک شنبه است که همه تعطیلن و من با وجودی که میدونم شما بحثای خوبی دارین، خیلی وقتا نمیتونم توش نقش بگیرم، ولی از اینکه به منم فرصت دادین که صحبت کنم واقعا ممنونم و حوصلتون. شبتون خوش، روزتون خوش، هر جایی که هست. ممنونم فریبا جان، خیلی متشکرم. شما هم خسته نباشید، دوستان همگی خسته نباشین. فریبا جان خیلی ممنون که اینجا اومدی و در تمام بحثا شرکت کردی. از شما و همه دوستان یکایک، هفته آینده شنبه 23 ماه می 3 خرداد با کیومرس عزتی هستیم، رابطه تئوری و پراتیک. ایشون نویسنده و فعال سیاسی هستن، دو مقاله نوشتن که در زیر اگر نگاه کنین لینکش هست، میتونین مقالات رو بخونین. ایشون برای ما صحبتی خواهند داشت. برنامه های صحبت هفته قبل در سایت گذاشته شده، یوتیوب هایی که فایل صوتی و این هفته هم به هر حال گذاشته خواهد شد. من فقط خواستم بگم که تشکر میکنم از همه دوستان یکایک، خسته نباشین. خیلی متشکرم از حضور همه شما. از عقاب عزیز تشکر میکنم از همه شما. خب سلام عرض کنم خدمت همه دوستان، خسته نباشید. به دوستانی که صحبت کردن مخصوصا فریبای عزیز، با یه قطعه موسیقی به نام زاده شده برای مبارزه و بعد سرود انترناسیونال بدون کلام از حضورتون مرخص میشم.
با آرزوی سلامتی و سرفرازی برای همه دوستان، امیدوارم که هفته خوشی رو هم در پیش داشته باشید.